السلام علیک یا ابا عبدالله. سرایم خاک کفیم ای حسین است، دلایم مجنون است حسین از دیدار. در کامل زیارات ابن قولوه قمی هست که روز قیامت که میشه بهشت حور و قصور آماده میشه. یه عده‌ای هستن که دور سید و شهدا رو گرفتن و توجه به هیچ چیزی ندارن، اونها رو دعوت بکنن به این بهشت، اونا اصلا رو از امام حسین بر نمیگردونن. بهشت گله میکنه که خدایا ما برای اینها آماده شدیم، اینا اصلا توجه به ما ندارن. اینا اون محبین سید و شهدا هستن که بهشتشون امام حسین. بهشت اگر ابا عبدالله علیه السلام اون جلوه ملکوتیش رو برای ما بکنه، اگر امیرالمومنین جلوه بکنه، اون وقت میبینی که در مقابل او اون بهشت حور و قصور لذتی نداره. دور امام حسین رو محبین گرفتن، اون کسانی که دعوت ابا عبدالله رو اجابت کردن کسانی بودن که هیچ منت نمیگذاشتن بر امام حسین، هیچ منتی نداشتن. آقا ممنونتیم که رامون دادی که اومدی. بدهکار ابا عبدالله هم بودن، هیچ طلبکار نبودن. الله اکبر، از اینجور آدم ها چقدر قشنگ میشن. اینجور افرادی که یه کاری انجام میدن برای خدا، قیمت خدا رو این نمیدونن. 4 تا قطره عشق میریزن، چند شب بلند میشن نماز شب، قیمت خدا رو این نمیدونن که حالا دیگه هرچی ما گفتیم باید خدا گوش بده. 40 تا جمکران میرن، قیمت امام زمان همینه که 40 تا جمکران رفتی حالا طلبکار بشی که من دیگه باید ببینمت، یا امام زمان دیگه باید ببینمت. اون کسانی که محبین هستن و دلداده هستن خجالت میکشن اصلا کاراشونو یه جا مطرح بکنن. میگن ما قدر اعمالنا الی جنب نعمک و احسانک. خدایا اعمال ما پیش این همه نعمت که تو به ما دادی چیزی نیست. کی میتونه لبیک بگه به دعوت ابا عبدالله علیه السلام؟ ببینید تو همین زیارت رجبیه میگیم لبیک داعی الله ان کان لم یجب کبدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری. آقا اگر من نبودم با جسمم در زمان شما نبودم که کمکی بدم و با زبانم جواب دعوت شما رو بدم، اما با قلبم میفهمم دعوت شما رو درک میکنم و با چشم و گوش دلم اون دعوت رو اجابت میکنم. میاد خاطراتم جلوی چشام، میاد من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم پیاده بیام. آه حسرت تو سینمه و میباره چشام، به پای غمت این غم کم نیست، لیاقتشو ندارم آقا بیام حرمت، این غم کم نیست لیاقتشو. میاد خاطراتم عرب. اینه که این روزها ما شاهدیم با عربین 50 سال پیش فرق داره. اونا یه روز زیارتی امام حسین بود، 10 تا روز زیارتی دیگه هم داشت. تو اون روز هم پیاده به زیارت رونده وجود داشت، در عرفه بود، در 25 شعبان بود.
بود، از قدیم بود. اما این اربعینی که در عصر ماست، این یه پدیده خدا خواهیست. خدا چه میخواهد از این اربعین؟ خدا چه میخواهد؟ خیلی قطر بدانیم، یک مرحمت کرده خدا در آخر الزمان. گفتن شاید از این نشانه است برای اینکه حضرت ولیعهد فردای روزگار می آید. انشاءالله می‌داریم فردای نزدیک و عافیت باشد. و می گوید من پسر حسینی هستم برای انتقام خون او آمده. این راه را جاده به جاده تا که بیاین پیش تو شامم میرسد میخوانم آقا خاندی تو از حالم همه نخونده ها را تا یاد میکردم همه جامانده ها تیرها را می روم با پای خسته با نیت جامانده های دل شکسته بگو آقا بر روی لبها این دعا با ناله باشد کاش که این روزی هر سال با کربلا 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 به 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 این هم عاشق